سلام، وقتتون بخیر. بریم برای نقطه کوبی ظروف هفت سین. همه ظرفامونو خوب سنباده میزنیم تا صاف و یک دست بشن. گرد و غبارش رو حتما پاک میکنیم. برای تقسیم بندی ظرف سبزمون از هر چیزی که ارتفاع مناسبی داره استفاده میکنیم. مداد رو با یک دست ثابت نگه میداریم و با دست دیگه ظرفمون رو میچرخونیم. از رنگ آکریلیک استفاده میکنیم. رنگمون رو با چند قطره آب رقیق میکنیم. غلظت رنگ برای رنگ آمیزی زمینه به غلظت دوغ باشه تا رد قلم روی ظرفمون باقی نمونه. بهتره از یه قلموی سرتخت که موهای نرمی داره استفاده کنیم. در اینجا از قلموی شماره 25 استفاده کردیم. دو سه ساعت زمان میدیم رنگ زمینه کاملا خشک بشه. آینه رو میذاریم وسط بشقاب، دور تا دور آینه رو اندازه میگیریم تا کاملا وسط قرار گرفته باشه. دور تا دور آینه رو با مداد خط میکشیم تا کاملا مشخص باشه. کاغذ رو که به اندازه بشقابمون برش زدیم تا می‌کنیم و وسط ظرفمون رو علامت می‌زنیم. با پرگار یه دایره به اندازه دلخواه رسم می‌کنیم. رنگمون رو با چند قطره آب رقیق می‌کنیم، خوب هم می‌زنیم تا کاملاً ترکیب بشن. چون پوشانندگی رنگ زرد کمتره، بهتره برای رنگ آمیزی از قلم داتینگ استفاده کنیم. به رنگ زردمون چند قطره سبز اضافه می‌کنیم تا به رنگ مورد نظرمون برسیم. کناره‌های بشقابا رو با یک قلموی سرگرد رنگ می‌کنیم تا مرتب و یک نواخت بشه. رنگمون رو برای نقطه کوبی قاب آینه‌مون آماده می‌کنیم. رنگ آکریلیک رو با چند قطره آب یا مدیوم پورینگ کمی رقیق می‌کنیم. بهتره به رنگ سفید یه نوک قلم رنگ زرد اضافه کنیم تا حالت گچی نداشته باشه. با قلم داتین نقطه هامون رو میزنیم. نقطه ها رو مرتب و منظم با فاصله یک اندازه میزنیم. از رنگ نارنجی فلورسنت استفاده میکنیم. رنگ های فلورسنت براق‌تر و شفافتر هستن. حتما یکی دو قطره رنگ سفید به رنگمون اضافه میکنیم. با کمی مدیوم پورینگ رنگمون رو رقیق میکنیم، خوب هم میزنیم تا کاملا ترکیب بشن.
غلظت رنگ به حالتی باشه که قلمو رو داخلش میزنی حالت اشک به خودش بگیره. دور تا دور ظرفمون رو به فاصله های یکسان علامت میزنیم. از رنگ سبز فلورسنت اکریلیک استفاده می‌کنیم. بهتره چند قطره رنگ سفید به رنگمون اضافه کنیم. Thank you.
بعد از حدود 24 ساعت کارمون که کاملا خوش شد، از وارنیش برای براق و ضد آب شدنش استفاده میکنیم. برای اینکه رد قلمو روی ظرفمون باقی نمونه، بهتر از یه قلمو با موهای نرم استفاده کنیم. قلمو رو میذاریم داخل آب تا کمی نرم بشه. زمان میدیم وارنیش کاملا خشک بشه. آینه رو با استفاده از چسب چوب نصب میکنیم.